به نام خدا 97 چیز که یک برنامه نویس بهتر است بداند عباس یزلان پناه هستم و به همراه هرنا یه قسمت دیگه از این کتاب رو خدمتتون ارائه میده به زبان کسب و کار کود بزنید کدای پایین رو با همدیگه مقایسه کنید توی بلوک اول میگه که سعی داره با استفاده از آیدی تریدر یا آیدی معاملگر و آیدی پورتفولیو تشخیص بده که یه چیزی اون تریدره احتمالا بهش دسترسی داره یا نه و اگه خیلی بریم به تعریف این پورتفولیو آیدیز بای تریدر آیدی نگاه کنیم میبینیم که یه نقشه است که یه نقشه دیگه ای تو دل خودش برمیگردونه هنام که میبینید الان داره شیطنت میکنه و این خب خیلی چیز عجیب غریبیه و درکش و فهمیدنش خیلی کار آسونی نیست. خیلی اگه بهتر میشد اگه این که اونی که این برنامه رو نوشته بود احتمالاً منظورش این بوده که ببینیم که این گره به این سبد سهام دسترسی داره یا نه که خب مینویش trader.canview اون پورتفولیو رو. خب کل چیزی که این وسط وجود داره یه زبان کسب و کاره. و یه دونه هم ساختمان داده که اون زبان کسب و کار رو توصیف میکنه پس بیایم میخورده در مورد متغیرها و ساختمان داده ها صحبت کنیم انواع خیلی اولیه ای که داشتیم بیت و بایت بودن اینا تو اسمبلی و اینجور جاها استفاده میشدن بعد از اون اعداد و رشته ها اومدن یعنی زبون های برنامه پیشرفت کردن به ما اینت دادن بایت دادن نمیدونم دابل دادن چیزای مختلف دادن و بعد ما ساختمون داده های اولیه رو تونستیم تعریف کنیم صف و پشته و لینک لیست و چیزهای مختلف و به اصطلاح abstraction توی زبان ها به حدی رسید که به ما اجازه دادن که user دیفاین تایپ ها یا تایپ هایی که توسط کاربر تعریف میشه رو تعریف کنیم که مثلا میشه معامله گر سود سهام و اینا اشاره کرد حالا واژگان کسب و کاری چی هن؟ واژگان کسب و کاری به ما کمک میکنن که توی این ساختمان هایی که داریم تعریف میکنیم یوزر دیفاین تایپ که داریم تعریف میکنیم میشنوید توی این ساختمان هایی که تعریف میکنیم ارتباط ها رو با استفاده از اون واژگان کسب و کاری ارائه بدیم نکته که باید یادمون باشه اینه که ما معما نمی نویسیم چیز عجیب غریب کریپتیک نمی نویسیم داریم سعی میکنیم یه بیزنسی رو یه کسب و کاری رو به زبان کامپیوتر ابسترکت کنیم یعنی انتظا بش بدیم و بنویسیمش و نکته بعدی این که اگه ما خیلی عجیب غریب و کریپتیک برنامه بنویسیم برنامه نویس بعدی اون بنده مندق خدا خیلی کارش پیچیده میشه یعنی اینکه هی همش باید فکر کنه این چی بود چرا این, این کارو کرده خود من تجربه یه سرکل زدن با یه کد کریپتیک توی فوق لیسانس دارم که قرار بود زخ... Uh, کامپرشنی که مبتنی بر uh, هندسه فراکتالی بود رو پیاده کنم و یه سورس کد پیدا کردم و میخواستم تغییرش بدم انقدر این کد سخت بود که شاید سی خط کد رو من نزدیک به صد دفعه خوندم تا آخرش بفهمم این واقعا داره چی کار میکنه حالا باید دقت کنیم که از مفاهیم کسب و کارمون به شکل واضحی استفاده کنیم وقتی که از مفاهیم کسب و کار استفاده می کنیم کدمون قابل فهمتر و واضحتر خواهد نکته دیگه ای که وجود داره اینه که درک ما از کسب و کارمون با گذشت زمان کاملتر میشه وقتی از مفاهیم زبان کسب و کار توی کد استفاده کرده باشیم این دانش تکمیل شدن و راه شکمیل شده رو میتونیم راحت روی کد پیاده کنیم و میدونیم که دقیقا کجا رو باید چطور عوض کنیم و اگه این وسط از کپسول سازی یا این کپسولشن خوبی هم استفاده کردیم احتمالا دامنه این تغییرات دامنه تغییرات زیادی نخواهد بود نکته ای که باید یادمون باشه اینه که برنامه نویس بعدی از ما تشکر خواهد کرد اگه کد رو به صورت واضح و خوب و خانایی نوشته باشیم و یه چیز دیگه ممکنه برنامه نویس بعدی خود ما باشیم خیلی ممنون که به یه قسمت دیگه گوش دادید خدا نگهدارتون باشه